دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا بعد از اعلام بیگناهی در برابر اتهامات وارد علیه او به روز سهشنبه در شهر میامی برای احوال پرسی با حامیانش در یک رستوران مشهور کیوبیایی توقف کرد آقای ترامپ بعدا در میدان گلفش در شهر بدمنستر ایالت نیوجرزی صحبت کرد امروز ما شاهد شرورانهترین و شنیدترین شکل سوء استفاده از قدرت در تاریخ کشورمان بودیم دیدن آن چیزی غم است یک رئیس جمهور بر حال فاسد رقیب برجسته سیاسی اش را با دروغ و اتهامات ساختگی توقیف می کند صدها تن از حامیان و معترضین بیرون محکمه شهر میامی تجمع کردند جایی که ترامپ 37 فقره جرم شامل حفظ 100 سند محرم برخی مربوط به پلانهای هسته‌ای و دفاعی کشور و دسیسه چینی برای ممانعت از روند قضایی اعلام جرم شد. جک سمیت مشاور خاص وزارت عدلیه آمریکا برای رهبری تحقیقات فدرال منصوب شده است. تعهد ملت به حاکمیت قانون یک مثال بارز در جهان است. ما یک دست از قوانین در کشور داریم که بر هر فرد تطبیق می گردد. اسمیت گفت او به دنبال برگزاری یک محاکمه سریع است اما ممکن چندین ماه طول بکشد تا آن برگزار شود. ترامپ دوباره خود را برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 کاندید کرده است و کاندید پیشتاز جمهوری خواهان است. یک نظرسنجی مشترک نهاد اپسوس و شبکه خبری ABC نشان می دهد با آنکه امریکایان شاهد اتهامات جدید جدی تر از اتهامات مطرح شده قبلی در اواخر ماه مارچ توسط هیئت منصفه در محکمه منحتن به خاطر پول دادن ترامپ و استورمی دانیلز یک زن بازیگر فلم های مستحجن قبل از انتخابات سال 2016 می باشند اما با آن هم مردم همچنان روی اینکه ترامپ محکوم به جرم گردد یا نه منقسم هستند. بر طبق عین نظر سنجی اپسوس 47 درصد امریکایان باور دارند که این اتهامات به انگیزه سیاسی است. اگر دونالد ترامپ مقصر شناخته شود ممکن به زندان محکوم گردد. محمد احمدی تلویزیون آشنا صدای آمریکا واشنگتن